تو این ویدیو اومدم حال دلتون رو خوب کنم. میدونین ما ایرانی ها بدجور به شب جمعه اعتقاد داریم، چه با پول بشیم چه بی پول بشیم، چه چیزی بخوریم چه نخوریم، همیشه میایم بیرون و یه گشت و گذاری داریم. امشب هم اومدم دربند، جایی که خیلیاتون باهاشون خاطره دارید. ببینیم تو این ویدیو چی میبینیم، این شب نشینی شبگردی چی در انتظارمون از خوراکی خوشمزه گرفته تا حس و حال قشنگ مردم. با من همراه باشید. درود فراوان خدمت شما عزیزان دل. بله دیگه اینجا رو کامل همه تون میشناسید دیگه، این مجسمه معروف اول دربند. یه شب دلنگیز کنار هم دیگه با هم میخواییم بریم ببینیم این شب جمعه چه خبره. میدونید ما ایرانی ها همیشه که خدا چه پول داشته باشیم و چه نداشته باشیم، بالاخره پنجشنبه شبا یه جوری میایم بیرون، حالا هر جوری شده سر میکنیم دیگه، فرق هم نمیکنه با حالمون. حتی اگه چیزی هم نخوریم دوست داریم یه ذره حال و هوامون هم عوض بشه. یه خودتون از مشکلات میشه خبر دارید دیگه، نمیشه گفت نیستش، ولی خب بالاخره نمیشه زندگی هم نکرد. ببین چقدر ساده، دو تا بستنی قیفی میخورن و لذتشو میبرن. به به یواش یواش به این آلوچه های خوشمزه میرسیم که یکی از یکی رنگین تر و خوش جلاتر، ولی خب سالم نیستم ها، ولی خب نمیشه داشتم بگذاریم. من همین الان لبولوچه هم داره میفته. میدونید الان شده تقریبا کلیش 350,000 تومن. 350,000 تومن واقعا زیاده، یعنی بیشتر از 100 گرم به نظرم بخورید دیگه مسمومید. ببین چه رنگایی داره، همه چیز هم هست. مسیر رو که میریم رو به بالا میبینی زیر پامون قشنگ خیسه خیسه ها، از اون بالا که هر کسی جلوی رستورانش و مغازش رو که میشوره باعث میشه این کف کامل خیس بشه. میبینید از خیلی از شهرهای ایران الان اومدن تهران، از شهرهای جنوبی، شمالی، شرقی، غربی فرق نمیکنه. الان تو فصل تابستون پر مسافره، همونجوری که تهرانی ها میرن شمال این ورون ور، از این ورون ور هم میان داخل ایران، یعنی ایران تهران. میدونید این بلالا، این بلال کبابی ها، این همه این آلوچه و این جربی که انداختن تو اون آب نمک، همش با هم یه صفای دیگه ای داره، اصلا نمیشه ازشون بگذری. خیلی جالبه این پسر بچه داری ماشینه میگه اگه رفت تو بالاتر جا پارک پیدا کردی، منظورش که جلو رستوران رو پارک نکنی جا پارک پیدا نمی کنی. واقعا رستوران خیلی شیکه. اوه چه آبه حس خوبی میده. میدونید الان تقریبا ساعت 11 شبه، یه جایی میشه که تازه الان مردم میان بیان. برگشت حتما میبینیم چه خبره، چون من همیشه هر وقت اومدم اینجا برگشت رو شد قلقله تر میده. تا هرچی به نیمه شب نزدیک میشیم مردم بیشتر میان، تو هم خنک‌تر هم قشنگ‌تر. میبینیم چه باقالی های آشدی. به به ببین چی دیدیم، شاتوت، زغال لخته، باقالی، نه همه 50 تومنه ها، آش رشته، آش دوغ، همشون ظرفی 50 تومن. اینجا دیگه هر چی ببری بخوری 50,000 تومن. قبلا 50,000 تومن خیلی چیزا میشد گرفت. میدونی این مغازه‌ای که اینجا هستن تختشون رو به روی چای قلیوناشون هم فکر می‌کنم قلیوناشون گفتن 40,000 تا 50,000 تومن بستگی داره، لیوان چای بخورید یا قوری چای تا 100,000 تومن هم فکر می‌کنم تموم میشه این چای و قلیون. حالا من توصیه نمی‌کنم، ولی خب اینجا قیمتایی بود که من دیدم. این رستوران ها رو میبینید چقدر قشنگن، یک دکورای درست کردن یکی یکی قشنگتر و زیباتر. هر جوری حساب میکنم نمیشه. این موزیک رو من نمیدونم چیکار کنم، به خاطر کپی رایت ممکنه یه ذره صداهاش رو عوض کنم، شما ببخشید. بله میبینید دیگه چقدر خوبه این ویو، همه منطقه لوکیشن عکاسیه. یا کنه همه
یکی از یکی رستوران شیکتر، حالا میشه گفت هزینه هایی که این رستوران نسبت به کلیه این رستورانی که تو خود درونده به مراتب بیشتر دیگه، حتی غذا خوری همون چای قیلونش هر چیزی که شما حساب بکنید اینجا گرونتر از بقیه جهاز. مغازه کوچیکه به قول خودمون دنج نقلی، همیشه صفاش بیشتر بوده دید من. حالا ممکنه یه دو دوست داشته باشن داخل تا ترافیکی میشه اینجا دیگه، اون پیاده روی پن تبدیل میشه به اول راه کوهستانی که همیشه باش خاطره داریم. میگم که آبربان که همه تو صف هم، همه پول لازم دارن. میدونی کودکان کار همه جا هستن دیگه، الان اینجا هم میدونی این آشپزدار هم که دیگه سلاشخال بوده، سلاشخالش نیست. نمیدونم واقعا بعضی موقع یه چیزایی آدم میدونه تعجب میکنه. میبینید نوشته در زمان رگبار و سیل از رودخونه فاصله بگیرید، چیزی که واقعا رعایت نمیکنه و خیلی خطرناکه، واقعا خطرناکه. اینجا که خیس میکنن خب الان خیلی با احتیاط میان پایین، الان قشنگ بهتر میتونید ببینید. ببین مردم برای اینکه سر نخورن یه اتفاقایی اینجا میفته دیگه، الان همه جا دیگه آهنگ موین رو گذاشتن دیگه. من نمیدونم تو این ویدیو باید چیکار کنم با این صدای موزیک زیاد، امیدوارم که نیاز به حذف این آهنگا نباشه. واقعا حس حال اینجا رو عوض کردن این آهنگا، هر کدوم یه رنگ و بویی داره دیگه. اینجوری مشتری میکشونن تو ها، ببینید باش ما رو با زور میبرد تو دستم گرفته میگفت جوون بیا بریم بالا، بابا بلم میکنم ما میخواییم بریم، نه راه نداشت. واقعا هم خیلی باحال، یعنی به زور شده هر جوری شده باید بفروشن دیگه. اینا هم یه لقمه میخوان در بیارن دیگه، نه مثلا پنجشنبه سبا اینجا همیشه همین شکلیه. میدونید چقدر آروم چقدر ریلکس مردم برای خودشون میگردن، حالا هر از گاهی یه چیزی میخرن و میل میکنن. این قسمت دیگه پر از رستوران طبقاتی، حالا جلوتر حتما بیشتر بهتون نشون میدم. یعنی هر طرف رو که نگاه کنیم میبینید پر رستورانه، رستوران همه هم زیبا. اوه چه بد، من دردم گره، چقدر خوبه دوره جوونی ها، نوجوانی جوونی همه این دوره ها همه شون قشنگه. حالا یه موقع بعضی از دوستان میام میگم پس بقیه دوره ها چی؟ صدای موزیک دوباره پیچیده، اینا هم غذاهاشون همه به جوره ویکتری میکنن این مدلی که مردم ببینن و برن داخل. این ویدیا رو نگاه کنید، خیلی گذاشتن بود، جالب بود، چه کبابیه اون و به به جاتون اصفادی خالیه. رودخونه هم که دیگه یه خواسته یه صفایی داده به اینجا، نگم براتون. من خودم الان محو تماشای اینجام دیگه، هر طرف رو که نگاه میکنن بوی غذا میاد، جوز با نوشابهی که میگن بگیم شمال میزنیم اینجا کاملا احساس میشه. ببینید چقدر آب رودخونه کمه، یعنی نگاه کنید حتی خیلی کمه، مثلا نمیتونم بتونم خودتون دیدید تو تصویر دیده. واقعا این هوای گرم و خوشحالی اینجا داره بیداد میکنه. ببینید این همون رستورانی که بهتون میگفتم هفت طبقه شش طبقه همینجوری ردیفی رفته بالا و یه جورایی دارن اینجا کیف میکنن. بالا فکر کنم آب و هوای خوبی داشته باشه. دقیقا اون تابلو رو یادتونه گفتم بهتون، دقیقا همینجاست دیگه. ببینید قشنگ تو مسیر رودخونه، حالا تابستون یه رگباری بگیره وا ویلاست. حالا ناخودآگاه هم کردی میشنوی یه شونش هی میره بالا. این مسیر که آدم قدم میزن اینجا، نمیدونم حالا چقدر یادتون هست یا اصلا این شکلی بوده زمان شما. البته من که توی این 10-15-20 ساله گذشته از ایران رفتم اینجا رو دیدم، میگه واقعا بهشت داره به یه جورایی با این گلا. بله دوباره ما رو به زور میخواستن ببرن تو نشون، امشب ما رو به زور نبرن یه جایی دیگه، واقعا نمیدونم چی بگم.
من دیدم ویوی این رستوران واقعا قشنگه. حالا اون دکوری که چیدن، اون سرسبزی که ایجاد کردن، حالا همون تخته هم که من ایراد گرفتم تو به مسیر رودخونه است، خطرناکه واقعا. یوهایی یه اتفاقی که بیفته یه اون پشیمونیه دیگه. میشه پلهی میخوره میره بالا. من خودم تالا نرفتم تو خیلی از اینکان شاید به جرات میتونم بگم تنها جاییه که من زیاد وارد رستوراناش نشدم. چه درختای قشنگی، سرسبزی نمی، تو روز یه چیز دیگه است. ولی انقدر گرمه واقعا نخواستم بیام، گفتم این شبش بیشتر مزه میده. پلارم که همه آروم آروم، این وسط هم که یه جوب آب میدار نزدیک بچه بیفته اونجا. خیلی مراقب باشیم اینجا دیگه، مخصوصا که با بچه کوچیک میاد. و این مسیر هی باریک و باریکتر میشه دیگه، هم همه هم ایجاد میشه دیگه. خیلی خوبه، یکی یه ردیف میریم یه ردیف میایم، هر کس نگید حسال قشنگی داره اینجا دیگه. بده بریم سریعتر جلوتر. این بالا سرمون هم رستوران همون دو که میرفت فالا پله میخورد، اکثرا این شکلیه دیگه، به این شکله. حالا یه رستوران میره بالا، یه رستوران مثل اینجا میره پایین. آره مجانیه دیگه، بریم ببینیم. ببینید چقدر باحاله این دیگه گذاشته. یه دونه شرنگ از رودخونه کشیده، خنک، چیز معرکه یا اینا همش تگریه. بازم یه رستوران دیگه ای که اکثر اینجا دیگه همه تو مسیر آب تختاشون چیدن. نمیشه ایراد گرفت چون مردم هم حتما یه دوره دوست دارن دیگه. ببین چه صدای آبی. از هر طرف هم یه آهنگی داره میاد و یه جورایی آدم بره حالشو میبره. جاتون حسابی خالیه، واقعا جدی میگم جاتون حسابی خالیه امشب. نه واقعا این پله آدم نفسش میگیره ها، یعنی یه من آخراش دیگه واقعا سختمه. میبینید داخل این رستوران ها هندونا رو گذاشته لب حوض و خنک خنک. هرچی دیگه به بالاتر میریم یواش یواش این جمعیت کمتر میشه دیگه، ولی حتماً برگشتش هم براتون ویدیوشون دارم برمیگردن رو پایین، حتما میگیرم ببینم واقعا مثل قدیم هست هنوز یا نه اون شلوغیشو داره. پایین هم میبینید دیگه همون تختای با صفا، خانواده ها نشستن کنار هم دیگه، یه چایی یه غذایی، بعضی هم که قلیون دیگه هست زیاده پره دیگه. از این وانا رو پر کردن از این نوشیدنی های خنک، مزه هم میده خیلی. این قسمت ها هم که دیگه پر از این رستوران های با صفا، یه همه هم چمن مصنوعی انداختن کفشون. جالب بود، حالا دقت نکرده بودم، حالا یه ها دیدم بوی جوجه یه میان. بله از همینجاست تا خود بالاش از این آلوچه ها هست با چی دیدم دیزی ها رو. بحبه من عاشق دیزی هم. این چه قولی هم داره میخوره. جاتون اصلابی اینجا خالیه ها، اصلا یه چیز عجیب غریبی. فواره آب و صفاشو دوست دارم. میدونی این خنکی که اینجا داره، این روزای 40 درجه‌ای تهران، این خنکی یه چیز دیگه است. اصلا قابل وصف نیست. هر جوری بهتون بگم متوجه نمیشید چی به چیه. یکی رستورانی که مثلا من همیشه با کنارش رد میشم خوشم میاد این تیکه این رستوران چقدر قشنگه. هم پایین کنار آب تخت داره. همین دیویشو ببینید چقدر خوبه. همه هم اونجا عکاسی میکنن.
دیگه ببینید آوردمتون بالاترین نقطه دیگه. الان اینجا صدای آهنگم که میاد و شادمهرم هست اگه اشتباه نکنم، شادمهر تاریک تاریک خیلی خطرناکه، این لبه هیچی نداره، یعنی اگه یه موقع خدای نکرده بیفتید تمومه. یعنی اینجا حالا یه ذره دوره نرده اینجا از ولی قبلش اصلا هیچی نبود. دیگه اینجا هم رسیدیم به پایان خط، میگه تاریک بود برگردیم. بهتون گفتم برمیگردیم مسیر شلوغ‌تر میشه. اون که داشتیم میمدیم بالا این همه جمعیت نبود، هرچی به نیمه شب نزدیک میشیم شب نشینی ما بیشتر میشه. خیلی جالبه، مخصوصا دربند. دربند من ساعت 3 صبح 2 صبح مخصوصا 3-4 صبح که اکثرا کوهنوردهای هستی میان که میخوان برن قله رو بزنن، ولی اینه که واسه تفریح میان یه جوری مثلا این رستورانای اولیه یعنی پای کوه بشینن، چای قلیون و بلال دارید میبینید دیگه، اکثرا ساعت 12 میان تا 2-3 نصف شب یه جوری پاتوق اونا، یعنی واسه شام هم نمیان، بیشتر برای چای قلیونه. یعنی رک من بهتون میگم چون دارم میبینم دیگه، شما هم میبینید چه جمعیتی داریم یه دور بالا. هرچی بیشتر به نیمه شب نزدیک میشیم هی بیشتر و بیشتر هم میشن. در کل حالا هر چیزی که هست اینو میخواستم بهتون بگم که در کل هر چیزی که هست ما ایرانی ها هر جوری تایجی بمونم پول باشه نباشه سعی میکنیم پنجشنبه شبا رو از خونه بزنیم بیرون و یه جورایی کنار خانواده یا مجردی یا با دوستان خوش بگذرونیم. آقا شما ببینید دیگه، امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیو بعدی پر انرژی، بدرود.